حیدر العبادی نخست وزیر عراق از آغاز عملیات آزادسازی شهر تل عفار از لوس گروه تروریستی داعش خبر داده و اعلام کرد این شهر به سوی آزادی پیش می رود. حیدر العبادی نخست وزیر عراق طی پیامی از طریق شبکه رسمی تلویزیونی این کشور اعلام کرد شهر تل عفار به سوی آزادی می رود و داعشیان حاضر در این شهر راهی جز تسلیم یا مرگ ندارند. وی افزود سربازان عراقی، گروه‌های ضد تروریسم، نیروهای پلیس فدرال و هشت و شبی در عملیات آزادسازی تل عفار شرکت خواهند داشت. همچنین سخنگوی وزارت دفاع عراق اعلام کرد که نیروهای مشترک عراقی منتظر پایان حملات هوایی به مواضع گروه تروریستی داعش هستند تا حمله زمینی را آغاز کنند. وی همچنین خاطر نشان کرد که همزمان با آغاز عملیات آزادسازی تل عفار، عملیات آزادسازی الهویجه واقع در استان کرکوک نیز آغاز خواهد شد. مقامات ارتش عراق پیش از این اعلام کرده بودند در عملیات قریب الوقوع تل عفار حدود 40,000 نیرو مشارکت خواهند داشت. گفتنیست شهر ترکمن نشین تل عفار در فاصله 63 کیلومتری شهر موصل عراق واقع شده و از تاریخ 16 ژوئن سال 2014 تا کنون در کنترل گروه تروریستی داعش است.